بینندگان عزیز، حداقل دستمزد و نقش شبکه‌های اجتماعی در تقویت مقاومت علیه سرکوب مزد محور گفتار کارگری هفته است از مریم محسنی که توجهتون رو بهش جلب می‌کنم. سلام می‌کنم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. در هفته اخیر سه موضوع در زمینه مسائل کارگری رو تقریباً به موازات هم داریم که توجه به رابطه‌شون مهمه. نمایش تعیین حداقل دستمزد از طریق نشست‌های به اصطلاح تخصصی تعیین مزد داریم، در حالی که هنوز اصلاحیه قانون کار رو از مجلس پس نگرفتن و گذاشتنش تو کش و قوس ابهام. میدونیم که این لایحه اگه تصویب بشه دیگه اصلا از قانون کار چیزی نمیمونه، میشه قانون جنگل. تو جنگل هم زور حکومت میکنه و حداقل دستمزد جایی نداره. اما انگار اصلاحیه قضایی کافی نبوده و وزارت کار میخواسته با شروع بحثای دستمزد راهی برای منحرف کردن توجه از آشی که پشت پرده میپزن پیدا کنه و طعمه‌ای بندازه جلوی منتقدین که به جای تمرکز رو مسئله کانونی رو همون متمرکز بشن و ضمناً دست پیش هم گرفته باشه. از وزارت خونه که رئیسش مهره امنیتی بوده باشه اینجور ترفندها عجیب نیست. در هر صورت طرح منطقه‌ای کردن پرداخت دستمزد رو همزمان با شروع جلسات بحث دستمزد مطرح کردن. منطقه‌ای کردن دستمزد یعنی حذف عملی حداقل دستمزد، افزایش شکاف دستمزدی بین مناطق مختلف و واگذار کردن میزان پرداخت دستمزد به میل و علاقه کارفرما. منطقه‌ای کردن دستمزد برخلاف ادعای طراحاش مناطق محروم رو رونق نمیده، بلکه محرومتر میکنه، برای اینکه محرومان برای اشتغال به مناطق پیشرفته تر که سطح دستمزد بالاتره کوچ میکنه. از طرف همین کوچ ارتش ذخیره بیکاران رو بیشتر میکنه و عامل سقوط بیشتر نرخ ارزش نیروی کار در مناطق پیشرفته تر میشه. بنابراین تشویق مهاجرت به حاشیه شهرها و تبدیل شدن به آسیب خوردگان جدید اجتماعی، تغذیه لشکر کارتون خوابان کلان شهرها، رواج بیشتر مشاغل غیر رسمی و در هم شکستن قیمت نیروی کار نتیجه منطقی اجرای این طرحه. بنابراین منطقی کردن حداقل دستمزد در شرایطی که بیشتر از 80% اعتراضات کارگری یک ماه اخیر علیه دستمزدهای موفقه بوده، تشویق بیشتر کارفرماست در ندادن حقوق کارگر و یا نزدیکتر کردن حداقل دستمزد به مرز صفر. تازه همه اینها در حالیه که گفته شده که میزان افزایش حداقل دستمزد بخش بزرگی از مزدبگیران رو در حد 10% میخوان تعیین کنن. واقعیت اینه که مزدبگیران کشور ما بیش از 3 دهه است که دارن سرکوب مستمر دستمزدی رو تجربه میکنن. هر سال به بهانه‌های مختلف دستمزد پایین‌تر از نرخ واقعی تورم تعیین شد و جلسات سالانه تعیین دستمزد شورای عالی کار فقط به درد این خورده که به همین سرکوب دستمزد رسمیت بده و به اصطلاح قانونیت بده. علت سرکوب طولانی دستمزدها اینه که نیروی کار کشور ما از ابزار و امکانی برای مقاومت متشکل و سازمان یافته در برابر تعرض کارفرماها و حاکمیت برخوردار نیست. البته شرایط داره تغییر میکنه و توجه به این تغییر سومین موضوعیه که در رابطه با بحث حداقل دستمزد باید بگیم. اعتراضات بازنشستگان فرهنگی که در هفته گذشته شاهد بودیم و با بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شده، از این ظرفیت برخورداره که در میون بخش‌های مختلف نیروی کار عمومیت پیدا کنه. این ظرفیت رو میشه در جهت ایجاد
تشکل سراسری کارگران به خدمت گرفت و به اهرمی تبدیل کرد برای سازمانیابی صنفی بخشای مختلف نیروی کار. این ظرفیت میتونه در اعتراض به همه وجوه مختلف تعیین حداقل دستمزد، اصلاحیه قانون کار، طرح دستمزد منطقه‌ای و کانون‌های اصلی دیگه نارضایتی‌های کارگری فعال بشه. اگه بحث سالانه حداقل دستمزد در دوره پیش از حضور شبکه‌های اجتماعی برای مدافعان و حامیان حقوق کارگری به شکل عمده از جهت تأکید بر اهمیت تشکلیابی نیروی کار و تقویت قدرت چونه‌زنی کارگران مطرح بود، در دوره فعلی که شبکه‌های اجتماعی میره تا به بخش غیرقابل تفکیکی از مبارزات میدانی نیروی کار و نبرد ایدئولوژیک و رسانه‌ای کارگران و حامیان مبارزات کارگری تبدیل بشه، بدون اینکه ذره‌ای از اهمیت تشکلیابی کم کنه، اعتراضات کارگری سازمان یافته بر اساس هم‌اندیشی و همگرایی رو به اهرمی برای تبدیل تشکلیابی کارگران در سطوح مختلف تبدیل می‌کنه. تردید نکنیم که اتحاد مبارزاتی نیروی کار بر محور مطالبات واقعی صنفی و طبقاتیش بساط عوام فریبی رو که آخر هر سال تحت عنوان تعیین حداقل دستمزد راه میندازند رو سرشون خراب میکنه.